درود بر شما مخاطبین عزیز با بخش خبرهای این ساعت در خدمت شما عزیزان هستیم انتخابات ریاست جمهوری امسال مسلما از چند نظر برجسته و متفاوت خواهد بود یکی از این موارد تابو شکنی ها و چالش هایی است که توسط احمدی نژاد و تاجزاده صورت میگیرد که در یک مورد رسما انگاره تقابل با شورای نگهبان میرود بیشک این چالش و صحبت این دو بدون پشوانه و از روی احساس نبوده و دو طرف اتفاقاً با ذکر این مطالب نظر گروههایی را به خود جلب و بیشتر برجسته می شوند. حال دلیل این دیده شدن و استقبال گروه های مختلف از احمدی نژاد و تایزاده که اتفاقاً هیچ زنخیت از نظر پایگاه و اندیشه با هم ندارند را در ادامه می شنویم. یک در گذشته اکثر داوطلبان برای اینکه گوشه چشمی از شورای نگهبان برای تایید خود بگیرند در این بره سعی میکردند بر روال و خواسته آنها قدم برداشته و انتقادی از شورای نگهبان نداشته باشند ولی این دوره شاهد هستیم که چگونه در دو سمت مخالف تایزاده و احمدی نژاد یکی از برنامه خود مبنی بر تلاش بر حذف نظارت استثوابی میگوید و دیگری رسما شورای نگهبان را تهدید به تحریم انتخابات می کند. این شورا که در منظر مخالفان از عوامل اصلی ایجاد محدودیت ها و تنزل سطح آزادی ها تلقی شده هر کس که مقابلش بایستد و تعظیم نکند را می و استقبال می کند. دو شاید علت اصلی استقبال برخی تابوشکنی ها و زیر سوال بردن ساختاری است که گاهی مخالفان خارج نشین سالها به دنبال طرح و رسانه کردن آن بودند ولی امروز به لطف ایشان و در وزارت کشور رخ میدهد پس آن را مختنم شمرده و روی آن مانور میدهند سه در این بین احمدی نژاد که بر روال گذشته با شعارهای هیجانی و عام پسند سوار بر موج هیجان اخشار پایین دست شده و دستبندی مظلوم و ظالم را ساخته با طرح این مطالب و ادعاها در چشم آنان به سان رهبری شجاع و پرجرأت تدایی می شود که به دنبال گرفتن حق توده ها از اشراف و اقلیت زیاده خواه می باشد. در نتیجه هر خط قرمزی که زیر پا گذاشته می شود برایشان حکم احقاق حق مردم معنی شده و بیشتر دل در گروه امید دهند. چهار در مورد بیانیه و اهداف اعلامی تایزاده بایست خاطر نشان کرد آنچه امروز آن هم در مقابل صدها دوربین و در وزارت کشور علنی فریاد زده می شود خواست و اهداف جریان اصلاح طلبی است که تا امروز در خفا و در جلسات خصوصی نیز با ترس و انواع محافظه کاری مطرح می شد و در متن جامعه و ظاهر امر بسیار تعدیل شده مطرح می گردید. ولی امروز تایزاده آن را علنی کرده و خود را نماینده راستین این جریان قلم داد می کند که بر حلقه اصلی اصلاح طلبان که استمرار طلب خطاب شدند خروج کرده و به بودن در قدرت به هر شیوهی تن نداده است. از این با بعد فرد شجاع و فراتر از معامله برای بودن در قدرت تصور می شود. در زمین می دانند که با طرح این خاص ها مسلما و رد صلاحیت شده و تکلیف برای حضور اصلاح طلبان راستین در انتخابات تمام خواهد شد. و اینها از دلایل برخی استقبال و همراهی با ایشان است. 5. سالها کم نبودند افراد عادی که به خاطر برزبان آوردن یا نگاشتن مطالبی در نقد انتخابات و شورای نگهبان انواع برخوردها را دیده و گاهی حکمهای سنگینی گرفتند ولی امروز این دو شخصیت با عبور از بسیاری از این خط قرمزها آن همینه و ترس را شکسته و راه را برای منتقدان هموار کردند از این با بعد برخی از مردم از این سخنان استقبال کرده و در ادامه برای طرح بیشتر موضوعات چالشی برایشان کف زده و هورا میکشند. 6. طرح موضوعات چالشی و زدودن آن تقدس از جایگاه برخی نهادها توسط این دو که خود عمری در بلند مرتبه ترین جایگاه ها بودند انگاره اختلاف عمیق و گاه گسست بزرگ در داخل حاکمیت تعبیر می شود. این برای دو گروه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. گروه اول که خارج نشین بوده و از هر حربه ای از ترام تا سخنان جنجالی احمدی نژاد در جهت ضربه زدن به نظام استقبال می کنند. گروه دوم منتقدان و آگاهان داخل هستند که اینها را نشانه برای تغییر روی کرد و اصلاح وضعیت موجود می هفت در آخر بایستی توجه داشت همان گونه که عمری مسئولین از جایگاه و نقش مردم برای منافع خود و جناهشان سوء استفاده کردند مردم نیز گاه این موارد را مختنم شمرده و برای رسیدن به اهداف خود و برجسته کردن اعتراض خود از سیاستمداران و اختلافاتشان این چنین بهره برداری کرده و برای نیل به اهداف خود آنها را تشویق کرده و سیاهی لشگر تشکیل میدهند. هجده همه شهری وره 1392 مؤسسهی به نام خیریه قدیر ولایت علوی تشکیل شده است. اعضای مؤسس و هیئت مدیره آن جالب است علیرضا پناهیان که بیشتر سخنرانی های او مشهور است از تاریخ سی مهر پارسال نائب رئیس هیئت مدیره آن شده است البته نام این خیریه در نام خیریه اندکی پس از تأسیس در تاریخ هفت مهر 92 به نام فعلی تغییر کرده است 19 شهریور پارسال یک روز پس از عضویت پناهیان در هیئت مدیره خیریه فوق یاشار سلطانی خبرنگار افشا کرد که پناهیان در ساخت ملکی در سعادت آباد تهران با مالک تکمکاران شراکت دارد مالک تکمکاران همون حاج رضا مطلبی کاشانی بود که خانه سی میلیارد تومانی به پناهیان هدیه داده بود نفر بعدی مصفا میلوهی داماد مهدوی کنی که پس از فوت مهدوی کنی عملا جانشین او در تشکیلات دانشگاه امام صادق شد به واسطه همین جانشینی در شرکت های ای که به دانشگاه سپرده شده است کرسی هیئت مدیره دارد ابراهیم انصاریان داماد دیگر مهدوی کنیز که کمتر شناخته شده است او عموی مرحوم علی انصاریان است و در واقع برادر شیخ حسین انصاریان هم به شمار می رود مرتزان نبوی را هم تقریبا همه میشناسند. سردبیر سابق روزنامه رسالت و عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام او بیشتر از سال 1388 به دلیل موازه تندش نسبت به جنبش سبز در رسانه ها حضور داشته. داود مددی هم که از مدیران احمدی نژاد و رفقای غالیباف است. حال این اشخاص با سوابقی که ارز کردم ای تشکیل دادن که موضوع فعالیت خود را زمین سازی برای ظهور امام زمان توصیف کردند. هرچه بیشتر بگویم اضافه است. در دو روز گذشته قتل فاجعه بار بابک خورمدین کارگردان جوان سوژه اصلی خبر و تحلیل رسانه هاست. قتلی که هر زاویه جدید برملا شده از آن نشانگانی از آن سقوط اخلاقی و فروپاشی اجتماعی است. عجیبترین قسمت پرونده این جنایت هولناک شاید گذاری های پدر و خوشنودی مادر از قتل فرزند است. با توجه به رشد آمار جنایت در کشور، قتل فی نفسه چندان افکار عمومی را تحریک نمی کند. اما فرزند کشی با چاشنی افتخار و بدون پشیمانی مقوله دیگری است که می تواند جامعه را متحیر کند. فرزند کشی می تواند حد اعلای قصاوت فهمیده شود. قصاوتی که در میان سران جمهوری اسلامی اپیدمی است. احمد جنتی پسرش را پای چوبه اعدام ای برده است و پس از اعدام فرزند روزه شکر گرفته است. حسن روحانی پسرش را با اسلحه شخصیش کشته است. پسر محسن رضایی با دستور پدرش سر شده است و ده ها نمونه مشابه دیگر. اگر پدر و مادر بابک خورمدین در خفا به فرزند افتخار می کردند، چندین نفر از سران حکومت اسلامی با افتخاری علنی فرزندان مخالف خود را کشتند. قصاوتی مافوق قصاوت ها. دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار